فیلم مستند شغلی در ایران دیشب در نیویورک اکران شد. این فیلم زندگی یکی از چند بازیکن آمریکایی رو دنبال میکنه که در سالهای اخیر در لیگ بسکتبال ایران به استخدام باشگاه‌های ایرانی درآمدند. فیلمبردار و تهیه کننده این فیلم یک زوج آمریکایی ایرانی‌اند که سه فصل حضور کوین شپرد را در تیم شیرازی دنبال کردند. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. My first response when I heard about Iran was hell no. But God put something in my spirit and said you need to get away from the familiar and go to the unfamiliar and here I am. شغلی در ایران. داستان تجربه کوین شپرد، بازیکن حرفه‌ای بسکتبال از آمریکا که در لیگ برتر ایران برای تیمی در شیراز بازی کرد. آنچه در این فیلم مستند به تصویر کشیده شده ترکیبی است از آشنایی همراه با حیرت یک آمریکایی با واقعیت‌های جامعه ایران، مهمان نوازی میزبانانش و تلاش هر دو سو برای زدن پلی میان دو فرهنگ در عین چالش‌های زبانی. کارگردان فیلم در نخستین شب اکران در نیویورک میگوید دوستان کوین در ایران و مدیریت تیم بسکتبال او با آغوش باز پذیرای دوربین فیلمبرداری او شدند و امید ساخت این مستند را به واقعیت تبدیل کردند. وقتی وارد ایران شدم دیگه خیلی مشکل نبود. البته برای اینکه توجه زیادی جلب نکنم نمیتونستم تجهیزات فیلمبرداری زیادی با خودم حمل کنم، اما خوشبختانه همه ایرانی هایی که ملاقات کردم بسیار گرم و پذیرا بودند و اتفاقا خانم های ایرانی که خیلی خوب انگلیسی حرف می زدن به ساخت این فیلم کمک بزرگی کردند. این مسئله باعث تعجب تماشاگران فیلم در فستیوال های مختلف شد. مخاطبان همش از من میپرسند چگونه است که زنان ایرانی بهتر از مردان انگلیسی صحبت می کنند. من هم یادآوری می کنم که بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه ایران زن هستند. آشنا کردن مردم آمریکا با آنچه در مورد ایران نمیدانند هدفی است که تولید کننده فیلم شغلی در ایران میگوید به آنها انگیزه داد تا علارغم مشکلات مالی و خطرات احتمالی فیلمبرداری بدون مجوز در ایران آن را به ثمر برساند. وقتی این فیلم رو داشتیم میساختیم مخاطب اصلیمون غیر از ایرانیا و مردم خاورمیانه واقعا مردم معمولی آمریکایی بود، برای اینکه به خاطر اخبار و چیزایی که میشنون دیدشون خیلی محدوده به ایران و ما می‌خواستیم بعد از اینکه این فیلم ببینن یه خورد دیدشون عوض بشه، واقعا واقعیت مردم ایران یه ذره بیشتر بفهمن. تغییر در دیدگاه‌ها از طریق ورزش. من به خاطر کوین بیشتر اومدم الان. زبان جهانی که مستندسازان امیدوارن به درک بهتری میان ایران و آمریکا بیانجامد. بهمن کلباسی، BBC نیویورک.